اینی که دارید میبینید قوی ترین خودرویی هستش که تا الان پژو ساخته، 508 هیبریدی که 355 اسب بخار قدرت داره و 525 نیوتن متر هم گشتاور داره. شتاب 0 تا 100ش 5 ثانیه است و قیمتش 50,000 یورو، قیمت بالایی هست. البته برای قوی ترین خودروی پژو چندان زیاد نیست. موتور بنزینیش یه موتور 1.6 لیتریه که میتونه 200 اسب بخار قدرت تولید کنه. یه موتور برقی رو محور جلو داره و یک موتور برقی در محور عقب. با یک بار شارژ تو حالت برقی میتونه 50 کیلومتر رو طی کنه و شتاب 0 تا 100ش هم 5 ثانیه است. طراحی خودرو هم سعی کردن اسپورت درش بیارن. داخل قوی ترین خودروی پژو نشستم. میتونم بگم بهترین طراحی که من تا الان توی خودروی فرانسوی دیدم رو اینجا دارم میبینم. داخل این خودرو که بشینید انگار داخل کابین هواپیما شدین، خیلی حس باحالیو داره. دکمه های پیانوی اینجاش که آلومینیومیه حس باحالی به آدم میده. این طرح چوبی که اینجا استفاده کردند حس لوکس به آدم میده. این دوخت زرد رنگ و سبز رنگی که استفاده کردن با آدم حس اسپورت میده. فرمون خودرو یه جوری تو دسته و انگار شما سوار جاده این. نگاه کنید چه پشت آمپر خشنی رو برای این خودرو طراحی کردن و چه هندسه جالبی رو داره. و اینجا یک نمایشگری رو استفاده کردن که کشیده هست. مودهای مختلف رو میشه برای این خودرو در نظر گرفت. مثلا من الان دارم موداشو تغییر میدم. یه مود داره که چهار چرخ خودرو محرکه، یه مود دیگه داره اسپورت، مود هایبرید داره، مود راحت داره و مودی که فقط موتورهای الکتریکی خودرو کار میکنه. شیفتر دنده رو خیلی دوست دارم، حس باحالی رو داره. یه گیربکس 8 سرعته اتوماتیک داره و قربیلک فرمونش حس باحالی رو به آدم میده. دید خودرو هم دید مناسب و عریضی است، با اینکه کاملا توی صندلی خودرو فرو رفتم ولی کاملا به جلوی خودم احاطه دارم. چرم خودرو یه چرم جیره باحال، یه چرم جیره باحال استفاده کردن. اینجاها کامل از پلاستیک نرم استفاده کردن، اینجاها از یه پلاستیک استفاده کردن که جای انگشتش میمونه. این به نظرم نقطه ضعفشه، ولی این طرح چوبی که اینجا استفاده کردن باحال. این آلومینیومیه، این نخای سبز و زرد، یعنی یه چیزی بین سبز و زردی که اینجا استفاده کردن حس اسپورت میده. همین دوخت توی فرمون استفاده شده و در کل میشه گفتش که حس پشت فرمون این خودرو با تمام خودروهای پژو دیگه متفاوته و میخواد به شما القا کنه که سوار قوی ترین خودروی پژو شدید. پژو 508 هیبریدی، قوی ترین خودرویی که تا الان پژو ساخته. قدرت موتورش 335 اسب بخار و گشتاورش 525 نیوتن متر. شتاب 0 تا 100ش 5 ثانیه است و طراحی خودرو خیلی جالبه. ببینید آینه رو با یه رنگ مشکی کار کردن، اینجا یک رنگی که بین سبز و زرد رو کار کردن، همون رنگو توی کالیپر ترمزش کار کردن. رینگ خودرو هندسه باحالی داره. اینجا رو نگاه کنید چقدر دقت کردن که خودرو اسپورت به نظر برسه. پشت خودرو هم طراحی جذابی داره، یه دیفیوزر داره و باز نگاه کنید که چقدر اسپورت طراحی شده. دو تا اگزوز داره در دو طرف، دو تا اگزوز واقعی داره. داخل خودرو از یک چرم جیر استفاده کردند و عقب خودرو هم به نظرم عقب جاداری هست. بریم داخل پژو 508 هیبریدی بشینیم، خودرویی که قوی ترین خودروی تاریخ پژو هست. اول از همه درش شروع کنیم. طرح چوب رو اینجا کار کردن، چرم، یه حس عضلانی رو سعی کردن که با این طراحی القا کنن. صندلی خودرو اسپورت و کامل سرنشین رو در بر میگیره. از یک چرم جیر توی اون استفاده شده. فرمون خودرو هم خیلی هندسه جالبی رو داره. بریم داخل خودرو بشینیم. ببینید فرمون خودرو چقدر خوب طراحی شده و
وقتی توی دستتون میگیرین کاملا حس اسپورت رو به شما انتقال میده، یه دید مناسب دارین و وقتی داخل خودرو نشستین انگار داخل هواپیمایین و کابین خلبانین. پشت آمپرش کاملا یه حس اسپورت داره. اینجا از کلیدای پیانویی سعی کردن استفاده کنن. شیفتر دندش رو دوست دارم. این طرح چوبیه که سعی کردن همراه حس اسپورت حس لوکس هم به شما بده. این دوخت های سبز و زرد رنگ رو سعی کردن همه جا کار کنن. اینجا از پلاستیک نرم استفاده کردن. خیلی حس خوبی رو داره داخل خود رو. ببینید اینجا شما میتونید اینجا شما میتونید مودها رو عوض کنید. مثلا الان مود رو من گذاشتم رو اسپورت، مود رو گذاشتم رو حالت هیبرید راحت و الکتریکی. خب اگه برم بالای بالا حالت چهارچرخ محرک هم داره که خب این خود چهارچرخ محرکه، یه موتور الکتریکیش روی محور جلوه و یک موتور الکتریکیش در محور عقبه.